پشتیبانی کردن از این سیاه‌پوستی که خیلی مدعی شده بودن، ولی که هم رشته خودشون بود. واقعا یکی از بیزینس هایی که سوای بیزینس اعتیاد که انداختن در مردم و مواد رو دارن میفروشن به طور کل، یکی از پر درآمدترین مثلا فروش مواد مخدره پرنو هم همینجور شده الان. در واقع اینا همون خونه هایی که تشکیل دادن در کنار حضرت رضا، همونا براشون اینا پولسازه. و همین دلیل هم از این سیاه‌پوست انقدر دفاع کردن، این همه عزت و احترام براش گذاشتشو کردن و هی اختشاش بپا کردن، برای که هم رشته و هم حرفه خودشون بود، چیز دیگه نبود. آیا اگه آدم معمولی بود این کار بر... در نتیجه اینا هر کاری که به نفع خودشونه، درآمدشون ببینید، جمهوری اسلامی از روزی که اومد با هر حق بازی که بود اول درآمد رو برای خودش درست کرد، راه در آوردن، راه دزدی رو برای خودش باز کرد. شما ببینید هر کسی تا به امروز در رأس جمهوری اسلامی بوده همه دزدن، یعنی از پایین ترینش که توی اداره کار میکنه دزده تا بالاش که خود آقای خامنه ای دوز هست. پس در نتیجه اینا راه دوزی و کلاشی و پشتیبانی کردن از این مسائل رو دارن. مردم باید یه مقدار آگاهی پیدا کنن. مردم اونایی که البته مردم که همه خیلی هاشون واقعا آگاه شدن، ولی یه گروهی هست که من همیشه انگوش رو اون گروه میذارم، گروهی که واقعا هم داره از قبال رژیم نون میخوره به قول خودش، که فکر کنم این نونیه که میزنه تو خون جوانایی که کشته شدن و الان تو زندان ها اسیر هستن و دارن میخورن. یه دم واقعا نمیفهمن، مغز کوچولو دارن، شعور و تشخیص ها ندارن که چیه. اینا هنوز تو عالم هپروت خودشون امام و نمیدونم امامزاده با اینا گیر کردن. آخه کدوم امامی در سالها و سالها گفته شده که باید دوز باشه، جنایتکار باشه؟ کدوم امام؟ و اینا هنوز اینا رو قبول دارن. ما زمانی که بتونیم دست اینا رو کوتاه کنیم، افکار اینا رو باز کنیم، تا موقع نتیجه نخواهیم گرفت. آقای رحیمی باورم کنید این مسئله بسیار بسیار مهمه. این قشر جامعه به بقیه به پیونده تموم کار اینا، اینا تموم شده هستن آردی، ولی با پولایی که در میارن و خرج این افراد میکنن، اینا رو میارن تو خیابون یه شعاری میدن و یه ترس و وحشت ایجاد میکنن. جمهوری اسلامی دیگه اون جمهوری اسلامی گذشته نیست. مردم بدونید نیست، واقعا نیست. یه تبل تو خالی الان، اون موقع آره یه قدرتایی رو داشت، ولی امروز نداره، باورم کنید. و اگر مسئله به زودی پیش خواهد اومد که مطمئنم، بیایید بیرون فریادتون رو بزنید، اعتراضتون رو بکنید، بگذارید مثل بیروت که زیاد زمانی نمیگذره، مصر زیاد زمانی نمیگذره، هر کدوم کشورها اروپایی رو میبینی، حتی کشورهای دیگر رو میبینیم که من خیابونا وای میستن، مدت زمان زیاد میستن تا به حرفی که میخوان برسن، چیزی که میخوان به دست بیارن. حقیقت جانم بفرمه. یکی از تلخترین خاطراتی که روزی مردم خواهند، تاریخ نویسان خواهند نوشت، یکی شعارهایی که مطرح شد توی انواع تظاهرات جمله بود در زمان اوباما، که آیا با اونهایی یا با ما. دقت کنید امروز همون دوستانشون، دوستان اوباما که تیم جو بایدن مدعی شدن که میخوان باز بیان روی کار و مردم باز دچار همون تعلیق بکنن، که آیا بالواقع تیمی که تو آمریکا میاد با اونهاست یا با ماست. من امیدوارم این جمله که یک دوری سر داده شد از سر در واقع استیصال در میان مردم توی یکی از تظاهرات ها، دوباره مردم فراموش نکنن این جمله رو. مردمی که یعنی از علام خطابم در واقع به قشر سیاسی شهروند مستقر در کشور آمریکاست. بله. خوب دقت کنید، جو بایدن رای دادن یعنی معلق ماندن،
رها شدن، مورد حمایت قرار نگرفتن، یعنی جنبش های اجتماعی به سرانجام نرسیدن. خوب دقت کنید بیان من به تمام جریانات خاصی که توی مجموعه شهروندان خاصی، یعنی از راستگراترین راستش رو تا چپگراترین چپش، حداقل یک بار این دوره از تاریخ سیاسی جنبش هایی که در ایران اتفاق افتاد تأمل کنن، ببینن مردم چرا همچین جمله رو در دوره ای از حکومت دموکرات ها سر دادن. دوباره تجربه تلخ رو صحبت دیگه نیست.